خداوند بخشنده و مهربان و عرض سلام و وقت بخیر خدمت تمامی شما بینندگان عزیز و ارجمند تلویزیون جهانی آریانا نیوز با برنامه ورزش حضور شما عزیزان رسیدیم. امید که تا پایان برنامه امروز و بحث ورزشی ما با ما همراه باشین. موضوعی که امروز اختصاص دادیم به برنامه خودمان تغییر و تحولاتی که در فوتبال افغانستان به وجود آمده و بالاخص در تیم ملی فوتبال کشور مورد بحث و بررسی قرار میگیره. آقای عبدالقدیر جویا مربی اسبق تیم ملی فوتبال افغانستان و یکی از مربیان موفق ولایت هرات با خودمان در برنامه داریم و در خصوص تغییر و تحولات تیم ملی فوتبال با ایشان بحث میکنیم. آقای جویا شما را خوش آمدید میگیم به برنامه. از نزدیک به 1000 کیلومتر رو طرفتر از شهر کابل آمدین از هرات آمدین به کابل. بر صورت صحبت ها زیاد است، این شروع میکنیم که به نظر خودتان به عنوان یکی از مربیان سابق تیم ملی فوتبال افغانستان و یکی از مربیان موفق ولایت هرات، چه تغییرات را در تیم ملی فوتبال افغانستان و در فوتبال کشور کلا میبینین که باعث شده این روزها نتایج خوب را تیم ملی فوتبال افغانستان به دست بیاره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت شما و همکاران نهایت عزیز شما و همچنان بینندگان خوب تلویزیون جهانی آریانا نیوز. میخوایم بگویم که فوتبال در سطح افغانستان طی 3-4 سال آخر از تحولات بسیار خوبی برخوردار شده، چنانچه توجه مقامات جامعه جهانی و همچنان خود دستاندرکاران فدراسیون ملی فوتبال افغانستان و علاقمندی کل جامعه به عنوان یک وحدت ملی در سطح رقابت های ورزشی توانسته که به فوتبال توجه بیشتر صورت بگیره و به عنوان ورزش اول افغانستان و همچنان ورزش اول جهان توانسته که علاقمندی تعداد زیادی از مردم، فامیلا، جوانان، نوجوانان، حتی رسانه ها جلب بکنه که توانسته که زمینه پیشرفت فوتبال در افغانستان ایجاد بکنه. و یگانه مسئله دیگه که در امر فوتبال توانسته رشد به وجود بیاره، مسئله استقلالیت فدراسیون فوتبال افغانستان هم میتونه یک فاکتور باشه به عنوان پیشرفت. و قهرمانی که در سال 2013 تیم ملی فوتبال افغانستان در از مسابقات جنوب آسیا به دست آورد و توانست نمادی از حضور وحدت ملی مردم افغانستان باشه و فوتبال توانست مطرح بکنه در سطح افغانستان و همچنان ایجاد لیگ برتر روشان هم توانست میتونه یک فاکتور باشه. و من یادآوری میکنم که در چند سال اخیر برای فوتبال افغانستان توجهات زیاده، هم از نگاه کادرسازی و هم از نگاه ایجاد بستر خود حضور جوانان همچنان در بخش اوناس فراهم بوده تا فوتبال افغانستان دست به دست هم بده و با مدیریت نسبی خوب تونست سمت سوی بسیار خوب طی بکنه و به شرایط فعلی برسه که امروز ما میبینیم تیم ملی فوتبال افغانستان یکی از تیم‌های مطرح جنوب آسیا هست که امروز انشاءالله تعالی بلکن تیم ملی ما برنده باشه و ما در فینال باز هم تجربه قهرمانی سال 2013 در میدان حضورن شاهد باشیم. بله بسیار خوب. چه عوامل رو شما میتونید بگین تاثیرگذار است روی روند رو به رشد فوتبال در افغانستان؟ بیشترین تاثیر کی گذاشته که ما امروز فوتبال ما نسبت به 10 سال پیش که ما 2005 یادم میاد که افغانستان 9-1 مثلا به مالدیو باخت و 10 سال بعد در سال 2015 آمد مالدیو را 4-1 در جنوب آسیا برد و بسیار شاید تفاوت های کم در بازیکنان تیم مالدیو آمده باشه، اما ما کاملا یک تیم جدید بودیم. طبیعتا برنامه‌ریزی که در سطح فوتبال افغانستان از طرف فدراسیون ملی فوتبال افغانستان شده در قدم اول ایجاد کادر سازی توانسته یکی از فاکتورها باشه برای پیشرفت فوتبال. توجه برای بازیکنان خارج از کشور که در لیگ های معتبر خارج از کشور اونا حضور داشتن و رقابت میکردن و جذب از اونا به تیم های ملی میتونه یک فاکتور بسیار خوب باشه و همچنان جذب مربی یا استخدام مربی خارجی میتونه یک فاکتور باشه. زمینه برگزاری مسابقات در سطح افغانستان و همچنان برپایی اردوهای متواتر خارج از کشور و همچنان توجه جدی از نگاه اسپانسری که ما شما میبینیم تعدادی از شرکت ها تیم ملی ما را اسپانسر میکنن. از نگاه امکانات توانسته تیم ملی فوتبال افغانستان در یک شرایط مطلوب تر قرار داشته باشه. اینا همه فاکتورهایی است که ما میتونیم در امر پیشرفت خود فوتبال اینا رو در نظر داشته باشیم و همچنان ارتباط بسیار خوب فوتبال افغانستان با جامعه جهانی در سطح AFC و همچنان فدراسیون بین المللی فیفا و همچنان فدراسیون های کشورهای مختلفه که ما شاهد حضور
حضور چهره های مطرح فوتبال جهان در سطح فوتبال افغانستان بودیم، هم عنوان بازدید از فوتبال افغانستان، هم عنوان کمک کننده یا حمایت کننده. اینا همه دست به دست هم داده برای فوتبال افغانستان توانسته زمینه پیشرفت فراهم بکنه. بل. البته به این معنی نیست که ما به نقطه ایدئال رسیده باشیم، باز هم برای کوشش و سعی و تلاش باز هم ما باید نیستیم، باید کارهای و فعالیت های پیش رو داشته باشیم تا از این بیشتر بتونیم و بهتر بتونیم ظاهر شیم. چنانچه ما فعلا در منطقه جنوب آسیا توانستیم که خور ثابت بسازیم به عنوان یک قطبی از فوتبال آسیا، اما در منطقه غرب آسیا ما میبینیم که تیم های برتر غرب آسیا مثل ایران، ژاپن، کره و سایر تیم های کشورهای دیگه با اونو برابری چندان نمیتونیم، چنانچه در مسابقات مقدماتی جام جهانی پیشتر ما این تجربه را داشتیم که باز هم ما به اون مرحله ایدئال نرسیدیم، باید کوشش و زحمت و سعی تلاش بیشتری بکنیم. پیش از اینکه ما داخل مسئله زون مرکز آسیا بشیم و اینکه ما از سال 2016 قرار است زون مرکز آسیا حضور داشته باشیم، میایم سر یک موضوعی که شاید کمک بعداً از اساسیتش معلوم شوه و او اینکه بزرگان فیفا که حامیان درجه یک فوتبال افغانستان بودن در طول دو سال گذشته، بالاخص آقای پلاتینی و سپ بلاتر که بارها در صحبت‌هایشان در کنگرس‌های بزرگ فیفا از افغانستان یاد کردند و نشان میده که اونا واقعا حامی افغانستان بودن. حالا به تعلیق رفتن یا بهتر بگم اصلا کنار کشیدن اینا از طرف دادگاه بین المللی که اینا 8 سال نه آقای پلاتینی و نه آقای سپلاتر دیگه هیچ گونه فعالیت نمیتونن داشته باشن، کنار رفتن این افراد آیا میتونه تأثیرات منفی روی رشد فوتبال افغانستان و بالاخص او جایگاهی که فدراسیون فوتبال کشور در فیفا داشته بگذاره؟ و یک چیز باید بگویم که ما سر اشخاص نمیتونیم تکیه بکنیم. اگر در فدراسیون فوتبال افغانستان و در سطح کل خود فوتبال افغانستان با یک مدیریت قوی حرکت بکنه، باز هم میتونه اعتماد قبلیش جذب بکنه. یعنی هر کس که بیاد تفاوت نمیکنه، فقط این وابسته به خود مدیریت خود فدراسیون ملی فوتبال افغانستانه. اگر ما بتونیم اعتماد فرض مثال فدراسیون بین المللی فیفا جذب بکنیم و همچنان کنفدراسیون فوتبال آسیا و سایر فدراسیون های ملی کشورهایی که با ما دوست هستن، باز هم میتونیم زمینی پیشرفت فراهم بکنیم. چرا؟ در بعضی نکات بسیار کوچک میتونه تاثیرگذار باشه، اما در سطح کل نمیتونه که تاثیرات منفی ایجاد بکنه. باز هم تاکید میکنم که مدیریت فدراسیون ملی فوتبال افغانستان در این زمینه بسیار نقش عمده داره که با ایجاد روابط، با ایجاد فرض مثال تقاضاهای برای پیشرفت فوتبال افغانستان از نگاه تکنیکی، از نگاه فنی مسلکی، از نگاه جذب منابع مالی میتونه که به اصطلاح نقش خود فدراسیون فوتبال افغانستان در اینج کلیدی باشه که انشالله میقین داره میدرات وجود داره. بسیار خوب. ولی میام سر مسئله زون مرکز آسیا، زونی که بر صورت به گفته خیلی از کارشناسان فوتبال افغانستان زون خیلی خوب است برای که ما خیلی زود به او ایدئال فوتبال افغانستان برسیم، به او جایگاهی که واقعا استحقاقش داریم، حضور در کنار تیم های بزرگ چون ایران، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان میتونه ما را بر صورت او شرایطی که فعلا در جنوب آسیا داریم کاملا دگرگون کنه. چی فکر میکنین برای حضور در زون مرکز آسیا ما چه چیزهایی را نیاز داریم که بتونیم به او شرایط ایدئال برسیم تا اینکه بتونیم با تیم های بزرگ چون ایران و ازبکستان رقابت های نزدیکی را داشته باشیم؟ اساسا اگر ما قرار باشه کارشناسی دقیق داشته باشیم، باید یک نظر بیاندازیم به گذشته کشورهایی که در سطح فوتبال آسیا مطرح هستند که اونا همگی از اعتبارات خوبی هم در سطح ایجاد لیگ های معتبر، در سطح ایجاد باشگاه های معتبر، لیگ های حرفه ای، جذب امکانات و همچنان داشتن اماکن استانداردی برای اجرای مسابقات و همچنان گرفتن سهمیه های برگزاری مسابقات بین المللی در سطح کشورها، اینا میتونه فاکتورهای بسیار اساسی برای پیشرفت فوتبال باشه. که من فکر میکنم اگر افغانستان همین درایت داشته باشه که در سطح کل پوشش سراسری برای فوتبال افغانستان ایجاد بکنه از سطح والا تا سطح مرکز، ما میتونیم در پلانهای دراز مدت برای فوتبال افغانستان یک بینش بسیار خوب داشته باشیم. اگر به همین حالت همه چیز در زون مرکز خلاصه بشه و ولایات از این امکانات در استثناء قرار بگیرن، باز ما میتونیم که منتظر یک رکودی برای فوتبال افغانستان باشیم، شاید برای یک صعود مدت چند سال شاید باشیم، اما برای ساختن زیربناهای فوتبال از نگاه مدیریتی، از نگاه تکنیکی، از نگاه سیستم سازی باز ما دچار مشکل میشیم. پس این ایجاب میکنه که ما از سطح پایین
باید ما رشد متوازن در نظر بگیریم، یعنی به این معنی که در سطح ولایات خصوصا ولایات درجه اول ما ایجاد لیگ های برتر به شکل درست داریم و همچنان رایابی تیم و در سطح لیگ برتر مرکزی یکی از اساسات است که در تمامی کشورهایی که سیر پیشرفت اونا طی کردن این به عنوان یک اساس بوده که ایجاد لیگ های برتر در سطح ولایات در سطح خود لیگ سراسری توانسته کمک پیشرفت فراهم بکنه. بسیار خوب، میم سر ولایت هرات، ولایتی که بر صورت بعد از کابل میشه گفت که واقعا خواستگاه خیلی از ورزش های افغانستان است و جایگاه خیلی خاص در بین ورزش افغانستان و جامعه ورزشی کشور دارد، چرا که غالبا دیده شده ستاره ها، ملی پوشان، قهرمانان ورزشی زیاد از این ولایت ظهور کردن، چرا که ما سالهای گذشته در تیم ملی فوتبال افغانستان از ولایت هرات بازیکنان داشتیم، امیل دروازه‌بان تیم ملی فوتبال کشور وایس عزیزی از ولایت هرات است و بر صورت نشان میده که ولایت هرات ولایت است که پر از پتانسیل های جوان برای تیم های ملی ورزشی هستند. اما همیشه ایره زیاد گفتن ولایت که نسبت به مرکز تمامی ولایت، نمیگیم حالا ولایت درجه یک یا درجه دو درجه سه، همگی کمک از لحاظ امکانات از لحاظ رسیدگی نسبت به مرکز کمتر بودن. آیا ولایت هرات هم دچار این مشکلات بوده که رسیدگی ها کمتر بوده، یا اینکه نه رسیدگی ها بوده اما بر صورت فرصت ها کمتر بوده برش؟ طبیعتاً یک امر بسیار حادی و قابل قبولی است که همیشه در سطح پیشرفت خود یک عرصه در قدم اول مرکز در اولویت قرار داره. هیچ جای تعجب نیست و هیچ جای بس هم نیست و ما میخوایم به عنوان از این ادعا بکنم که در سطح ولایت هم همیشه فاکتورهای برای پیشرفت خود ورزش یا خصوصا رشته فوتبال در سطح خود کشور وجود داشته، که چون در گذشته ما یادآوری میکنیم، من خودم شخصا هم منیس مربی تیم ملی فوتبال افغانستان ایفای وظیفه کردم، من منیس رئیس فدراسیون فوتبال ولایت هرات، همین حال هم فعلا سرپرستی اداره تربیت بدنی ولایت هرات دارم و بسیار استعدادهای خوب و ناب در سطح ولایت هرات نسبت به این که ما با کشور ایران هم مرزیم و ایران از نگاه جایگاه فوتبال در سطح آسیا جایگاه مشخص بالایی داره، پس با استنباط از او پیشرفت ما شاید از این بودیم که چهره های برتر در فوتبال افغانستان معرفی کردیم و ایجاد لیگ برتر منظم در داخل ولایت هرات در تمامی دستجات، هم دسته اول، دسته دوم، دسته سوم و تا لیگ برتر داشتیم در سطح نوجوانان، نوجوانان که رده های سنی مختلفن ما داشتیم و همیشه هم ولایت هرات جایگاه بسیار خوبی داشته در خود سطح فوتبال افغانستان و چهره های هم در سطح تیم ملی ما داشتیم که حتی در یک زمان در تیم ملی حضور 7 نفر یا 6 نفر از بازیکنان خوب ولایت هرات در ترکیب تیم ملی بوده و اینا نمایندگر از این است که در هرات پتانسیل و همچنان استعداد وجود داره و ما میخواهیم که عنوان بکنم که اگر همه پتانسیل در کل ولایت افغانستان در نظر گرفته بشه و برای آینده فوتبال افغانستان ما بتونیم یک خطمش و یک پالیسی و یک پلان بسیار منظم داشته باشیم، ما میتونیم آینده فوتبال افغانستان تضمین بکنیم. و یک چیز میخواهیم بگم که اگر ما همیشه به استنباط داشته باشیم که بازیکنان آماده از سطح کشورهای اروپایی یا آمریکایی، بازیکنانی که در سطح لیگ ها بازی میکنن، همیشه در تیم ملی ما جذب باشه و از اون استفاده بکنیم و امکان شکنندگی در آینده برای تیم ملی و خود فوتبال افغانستان زیاد هست. پس به واسطه ما باید توازن در نظر بگیریم، از ورزشکارای یا استعدادهای داخل کشور هم استفاده بکنیم و از کسایی که بیرون از افغانستان هست. ما با این در نظر داشته خود توازن میتونیم برای فوتبال افغانستان در آینده یک پلان بسیار خوب داشته باشیم، روی یک سیستم خوب کار بکنیم. بسیار خوب، و موضوع آخری که مطرح میشه در خصوص هرات پروژه گل است که بر صورت امسال فیفا او را تثبیت کرد در افغانستان و قول همکاری و دادن بودجه شده داد و فدراسیون فوتبال هم هرات را انتخاب کرد و بر صورت هرات در پروژه بعدی گل است که حتما میدان احداث میشه. چی شد این پروژه؟ بیشتر از 5 ماه که طول کشیده و هنوز آغاز نشده، چی مشکلات است؟ اصلا فلسفه پروژه گل یک فلسفه دراز مدت هست. در سالهای قبل، در سالهای 88 تا سال 91 که من مسئول فدراسیون فوتبال هرات بودم و همیشه ما این پیشنهادات عنوان فدراسیون ملی فوتبال افغانستان ارائه داشتیم و یگانه دلیلی که داشتن که زمین باید به خود فدراسیون فوتبال افغانستان متعلق داشته باشه و ما یکی دو زمین پیدا کردیم، زمینای ایده‌ای
باز اسنادای روان کرده متاسفانه قبول نشد تا ای که در این پروگرام آخر که خود فدراسیون فوتبال افغانستان مستقل شد به اساس حکم ریاست محترم ریاست جمهوری فدراسیون ولایت درجه اول استادیوم ها به فدراسیون متعلق یافت و بالاخره ایت های از طرف خود فدراسیون ملی فوتبال افغانستان و فیفا و اف سی آمدند و بعضی سروی های انجام دادند و من اطلاع دقیق ندارم بعضی سروی های انجام دادند آمدن نشست های کردند با مقامات حکومت محلی هرات و وعده کردند که طی سالهای آینده چنانچه امروز ما نشستی با جناب رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان داشتیم گفتند که از برج حمل سال 1395 به بعد ما پروژه خود پروژه گل عملا کار عملی از او شروع میکنیم این یک نوید بسیار خوبی بود که امروز ما از خود بیانات رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان شنیدم بسیار خوشم شدم و من آرزو عزیز دارم که پروژه گل در تمامی ولایت افغانستان تطبیق بشه تا یک روز ما شاهد برگزاری مسابقات به شکل رفت و برگشت قانونی از او باشه مثلا میزبان هرات میزبان ولایت کابل باشه فرض مثال قندار میزبان ولایت هرات باشه فرض مثال جلال آباد میزبان قندهار باشه مسابقات به شکل لیگ منظم به طور رفت و برگشت برگزار بشه که ان شاء الله این وعده رو دادن من یقین دارم که ان شاء الله این پروژه تطبیق خواهد شد. در آخر چه چیزی را شما همیار نیازمند ورزش افغانستان میبینید که ما بتونیم روند رو به رشد و سعودی خود ما را طی کنیم و از روزهای بعدی که ورزش افغانستان در دو سال گذشته به خاطر عدم حضور افراد میشه گفت مجرب در رأس المپیک افغانستان بر صورت رنج میبردیم بتونیم از او دوران فاصله بگیریم و همون دوران خوبی که نیاز داریم را دوباره باز پس بگیریم و به دست بیاریم. خب این یک امر عادی است که فعلا در همه شرایط فعلی در سطح ورزش افغانستان ما مدیریت که قابل لازم باشه موجود نیست چون خود اداره تربیت بدنی اعمال فعلا تحت سرپرستی اداره میشه و ما اولین خواهشی که دارم باید در سطح خود اداره تربیت بدنی یک مسئول به عنوان مسئول دائمی تعیین بشه و این جای بسیار خوشیه که در سطح کل ورزش های افغانستان یک پیشرفت حس میشه و نمونی مثال ما میبینیم که خود فوتبال امروز یک جایگاه بسیار خوبی در سطح افغانستان با وجود آورده و با قهرمانی تیم ملی فوتبال ما از مسابقات جنوب آسیا در سال 2013 ما حضور وحدت ملی واقعی در افغانستان تجربه کردیم من یقین دارم که با همپذیری کل ملیت ها در افغانستان از طریق ورزش ما میتونیم افتخارات بیشتر پیشرفت های بیشتر و همچنان جذب منابع بیشتر به ورزش افغانستان داشته باشیم که خوشبختانه یگانه فاکتوری که در سطح جهان ما بزرگ فعلا افتخار میکنیم دستاوردهای ورزشی هست که همیشه پرچم کشور ما در اهتزاز و سرود ملی ما هم در حال نواختن این چیزی است که متعلق به کل مدیران ورزش در سطح مرکز و ولایت میباشه همچنان مربوط به کل ورزشکار به خصوص رسانه های عزیز که در این رابطه بسیار زحمت میکشند و انعکاسات بسیار خوبی دادن پوشش های خبری همچنان نمایشات گزارشات اینا از طریق خود رسانه ها بسیار بوده برای پیشرفت ورزش که من یقین دارم در آینده هم این موضوع تداوم خواهم داشت و فاکتورهایی که ما میخوایم به او بیشتر توجه کنیم مسئله امکانات و جذب بودجه چون یگانه راهی رسیدن به کل اهداف و پلان هایی که تر میشه خود منابع هست منابع میتونه که ما رو زودتر برسانه اگر ما استعدادهای یا توانایی های مدیریتی بسیار بالایی داشته باشیم اگر منابع مالی و منابع جهت رفع امکانات نداشته باشیم باز هم ما نمیتونیم به اون مراحل ایدئال برسیم پس جذب منابع یکی از اساسات که خوشبختانه دولت جمهوری اسلامی افغانستان هم در این رابطه متحد شده ما چنانچه میبینیم که برای فدراسیون فوتبال افغانستان یک بودجه جداگانه در نظر گرفته در سطح خود تربیت بدنی امکانات فراهم شده و همچنان روز به روز سکتور خصوصی شرکت ها فرض مثال کمپانی ها همگی به ورزش توجه کردن البته به این معنی نیست که ما به کل مسائل رسیده باشیم باز هم ضرورت و نیاز به پشتکار و به مدیریت بیشتر به جذب منابع بیشتر با هماهنگی با سایر نهادهای دولتی و سکتور خصوصی است که ما از این حالت هم عبور بکنیم به مرحله بالاتر بس. بسیار خوب تشکر آقای قدیر جویا مربی اسبق تیم ملی فوتبال افغانستان و همچنین مسئول فدراسیون فوتبال ولایت هرات که در برنامه با ما حضور داشتن و در خصوص پیشرفت های فدراسیون فوتبال افغانستان با ما هم صحبت شدن سپاس فراوان از یاری شما ایدون تا با برنامه ورزش تا دیدار دوباره شما را به خداوند بزرگ میسپارم خداحافظ.